والی فراه محروم ماندن اطفال از تعلیم و تربیه ابزار جنگ برای تروریستان می داند و این مسدود شدن بعضی مکاتب مرکز و ولسوالی های این ولایت را گام تازه شورشیان برای ویرانی افغانستان عنوان می کند. او می گوید مردم به خصوص بزرگان قومی در مقابل این اقدام مخالفین مسلح ایستادگی کنند. از سوی دیگر فعالان مدنی فرا می گویند در این اواخر مکاتب ولایت فرا به دستور کشور ایران از سوی مخالفان مسلح دولت مسدود شده است. همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا گزارش میدهد. هرچند در ولسوالی های ناامن ولایت فرا فعالیت مکاتب بسیار اندک بود، اما پس از تهدید طالبان مسلح بسیاری از این مکاتب مسدود شدند. محمد آصف ننگ والی فرا میگوید محروم شدن اطفال از درس و تحصیل باعث ویرانی افغانستان میشود و دشمنان مردم افغانستان این خواست را دارند. معشومان لذکر و محروم پاتدی دغه خساره ده زله دغه نډاریګم دا د نامنې لپاره یو پوتنسیل یو ظرفیت باندې تبدیلې دای سي د آینده لپاره که خدای مکړه چاره یو نسی. وی میگوید طالبان مسلح همواره در تلاش هستند تا به معارف در فرا آسیب برسانند. وی شورشیان را عامل اصلی کشتار افراد تحصیل یافته و نخبگان عنوان میکند. ولی فرامی افساید مخالفان مسلح دولت همچنان مخالف ایجاد مدارس دینی در ولایت فرا هستند. دا مکتب کته سي نه منې طالبان دینی مدرسه جوړک جمعات جوړک تا غشای وخیا چې پیغه کې انسان ته یو رفاه قائم کیږي، اما برعکس دی به داړنګوی دی به مکتب لبین وړي دی به پانتون لبین وړي دی به لیسانس لبین وړي دی به ډاکټر لبین وړي دی به انجینر دا څوک نه پریږدي دا بغاوت. اما آقای ننگ تاکید میکند که به زودی تمام مکاتب مسدود شده ولایت فرا را دوباره بر روی دانش آموزان باز خواهند کرد. در همین حال فعالان مدنی فرا میگویند بیشترین پلانها برای ویرانی ولایت فرا از سوی کشور همسایه تعریض می شود. حمیدالله رحمانی سخنگوی فعالان مدنی ولایت فرا میگوید کشورهای همسایه در قبال افغانستان سیاست دوگانه دارند. ایران مستقیما مداخله، یه وار ایران دوستی لازم هزی چه موږ مخالف د داعش او د طالب یو، مګر د بل خوا څخه په سوو موټرسایکلان سلاوي او مهمات ورکي. دلته دوه مخي سیاست زموږ همسایگان دلته ترسره کوي چې دا د دوه مخي سیاست سبب دی کیږي چې د ارامي په دې ولایت کې خصوصا د ایران د خاص خسافتر موږ ته دا ګواښونه دي. فرا از جمله ولایات ناامن کشور به شمار می رود که نامنی ها نه تنها طی سالهای گذشته باعث تلفات زیادی از باشنده های فرا شده است، بلکه صد هزار طفل را نیز از تعلیم و تربیه به دور ماندند.